تاریخی که در کتاب پیدایش برای ما گزارش شده گاهی اوقات تاریخ پاتریارک ها یا تاریخ دوره پاتریارکی نامیده شده چون شخصیت های نشونداده شده در این روایت شامل افرادی مثل نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و غیره هستند اینها شخصیت های اصلی در سراسر تاریخ پیدایشن حالا در دوران عهد عتیق پاتریارک همونطور که از اسمش پیداست نشون دهنده پدری هست که حاکمه یعنی اقتدار در این محیط و نظام به پدر عطا شده ما فرهنگ هایی رو هم میشناسیم که در واقع زن سالاره و اقتدار حاکم به مادر سپرده شده وقتی یک ملکه در نظام سلطنتی روی تخت سلطنته در این صورت نظام سلطنتی زن سالاریه که برخلاف مرد سالاری یا پاتریارک هست اما اصطلاح پاتریارک نشون دهنده چیزی بیش از سر یک خانواده هست در کتب مقدس باستانی شخص پاتریارک مثلا ابراهیم فقط در جایگاه رهبری و اقتدار بر خانه خودش نبود بلکه تا وقتی زنده بود بر خانواده نسل بعدش هم اقتدار داشت حتی بعد از اینکه پسرانش متولد شدند و الی آخر او پاتریارک خانواده بزرگتر موند در واقع فراتر از این بود که سر تایفه ها و قبیله ها باشه یادتون باشه که ابرانیان باستان پیش از اینکه در شهرها و غیره ساماندهی بشن نیمه اشایر بودند اونها افراد قبیله ای بودند که در خاورمیانه حرکت میکردند و به سر قبیلشون میگفتند پاتریارک و حالا وقتی به شخصیت خدا در عهد عتیق نگاه میکنیم پیش از اینکه خدا اسمش رو به موسی آشکار کنه که اسمش من هستم یهوه هست، روش طبیعی که خدا شناسایی شده با عبارت خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب هست. چون این سه مرد ابراهیم، اسحاق و یعقوب سه مرد اصلی هستند که برکت پاتریارکی از طریق اونها منتقل شد. حالا ما در جلسه قبل متوجه شدیم که خدا اول این وعده رو به ابراهیم داد وعده یک سرزمین یک ملت نسلهای بسیار و برکت و اون وعده ی عهد وعده ای بود که از نسلی به نسل دیگه منتقل می شد. و در آداب رسوم اون زمان میراث خانواده به طور طبیعی در واقع به پسر اول میرسید یا پسر بزرگتر و او بخش عمده میراث رو میگرفت حالا وقتی ابراهیم میراثش رو به اولادش میداد اونها باید به این توجه میکردند که چند تا خیمه و چند تا گوساله گرفتن و بقیه این چیزها اما ارزش اصلی میراث ابراهیم در کتاب پیدایش این سواله چه کسی وارث برکت میشه یعنی چه کسی وعده عهدی رو که خدا در ابتدا برای ابراهیم سوگند خورد به ارث میبره و دوباره یادتون باشه در عهد جدید ابراهیم به عنوان پاتریارک اصلی در نظر گرفته شده چون او به عنوان پدر ایمانداران توصیف شده پس در واقع هر کسی که به خانواده خدا پیوسته به طور خاص از نسل ابراهیم و وارث این برکت پاتریارکیه حالا کتاب پیدایش پر از توطعه و هیجان و مشاجره درباره کسانی هست که میخواستند صاحب دولتمندی این میراث بشن و ما دیدیم وقتی ابراهیم پسردار شد پسر نخستزادهاش اسماعیل بود اما نقشه خدا این نبود که اسماعیل برکت پاتریارکی رو به ارث ببره و خدا اصرار داشت که این برکت به اسحاق داده بشه نه اسماعیل دوباره همونطور که پولس رسول در عهد جدید توضیح میده از طریق ذریت اسحاق قوم خدا فراخونده میشن پس هر کسی که مستقیما از نسل ابراهیمه در این برکت سهیم نبود برای من جالبه که وقتی هرمان ملویل رمان معروفش موبیدیک رو نوشت که خیلی ها اون رو رمان بزرگ آمریکا می دونند با این کلمات فراموش نشدنی شخصیت اصلی شروع میشه اول جمله موبیدیک اینطور میگه من رو اسماعیل صدا کن چرا اسم این شخصیت اسمایله؟ چون اسماعیل پسری هست که در اقامت موقته ترد شده فراموش شده و این بخشی از نمادگرایی نمایش این کتابه که ملویل از سرنوشت اسماعیل وام گرفته و تا امروز اگه یک روزنامه بردارید و درباره یه مشاجره ای بخونید که الان در فلسطین بین فلسطینی ها و اسرائیلی هاست درباره دشمنی دائمی و مشاجره بین نسل اسماعیل و اسحاق میخونید اما خدا اعلام کرد که ذریت من باید از اسحاق فراخونده بشه پس برکت اول به ابراهیم داده شد بعد از ابراهیم به اسحاق حالا زن اسحاق دو تا پسر داره که دو قلو هستند و این دو پسر یعقوب و ایسو هستند و اولین پسر از بین این دو ایسو است پس از لحاظ الگوی این انتقال برکت پاتریارکی کسی که بعدش به تخت سلطنت میرسه در واقع کسی که وارث برکت میشه ایسو است نه یعقوب اخیرا این فرصت رو داشتم که ای از راوی زکریا بشنوم و به طور گذرا و خلاصه تقریبا داستان کوتاهی رو در پاورقی گفت که به واقع ای اشاره می کرد که در زندگی یعقوب اتفاق افتاد و این داستان پیدایشه که درباره لحظه ای گزارش میده که وقتی یعقوب از خشم دشمنش فرار میکرد با فرشته خدا در فنیئیل کشتی گرفت. بیایید به طور خلاصه یک لحظه بهش نگاه کنیم تا پویایی هایی رو که اینجا اتفاق میفته ببینیم. ما در پیدایش باب سی و دو از آیه 23 میخونیم ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد و یعقوب تنها ماند. و مردی در انگلیسی مرد با حروف بزرگ نوشته شده چون این تجلی خداونده ظهور خداست و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد کف ران یعقوب را لمس کرد و کف ران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر می شکافت این فرشته خداوند که تمام شب با یعقوب کشتی می گرفت و یعقوب را صدا می کنه و میگه مرا رها کن و یعقوب چی میگه تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم این جدال شبانه این درد جانکاه چالش بینه نماینده خدا و یعقوب تماما مربوط به چالش برای برکت خداست و یعقوب با همه وجودش میجنگه حتی تا جایی که لنگ میشه جایی که میگه خدایا تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم و حالا فرشته خداوند چی میگه؟ یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم پس فرشته به او گفت نام تو چیست؟ و او گفت یعقوب نمیدونم چند بار در زندگیم به این متن مراجعه کردم تا ارزش آشکار کردن اسم شخص رو در فرهنگ عبری نشون بدم و همیشه فکر کردم که ارزش کامل این قسمت در این بود که وقتی فرشته از یعقوب اسمش رو پرسید از یعقوب میخواست تسلیم بشه چون نمایان کردن هویت و اسمش امروز مثل یک بچه در مسابقه کشتی هست که وقتی یکی به دیگری میگه بگو امو تا ولت کنم این اعلان تسلیم شدن در برابر اقتدار و قوت برتر فرشته بود اما من یک ارتباط دیگه با این متن رو کاملا فراموش کرده بودم تا اینکه راوی زکریا این رو به من یادآوری کرد او گفت این اولین بار در زندگی یعقوب نیست که او به دنبال برکته و این توجه ما رو به بخشی از خیانت، فریب، بی‌صداقتی و فسادی معطوف میکنه که خصوصیت زندگی یعقوب پاتریارک بود در باب 27 کتاب پیدایش یعقوب با مادرش رفقه نقشه میکشه که پدر پیرش اسحاق رو در انتقال برکت پاتریارکی فریب بده که اون رو به برادر بزرگتر ایسو نده بلکه به یعقوب بده پس چیزی که اینجا اتفاق میافته توطعه هست توانی بین مادر و پسر که پدر و شوهر رو فریب بدن به عبارتی اینجا نقشه یعقوب و رفقه تلاش برای دزدیدن برکت پاتریارکی برای یعقوب به جای عیسی بیاید به این متن در باب 27 آیه یک نگاه کنیم و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از دیدن تار گشته بود پسر بزرگ خود ایسو را طلبیده به وی گفت ای پسر من گفت لبک گفت اینک پیر شدم و وقت عجل خود را نمی‌دانم. پس اکنون سلاح خود یعنی ترکش و کمان خیش را گرفته به صحرا برو و نخچیری برای من بگیر و خورشی برای من چنان که دوست می‌دارم ساخته، نزد من حاضر کن، تا بخورم و جانم قبل از مردنم تو را برکت دهد.» این تصویر رو می‌بینید؟ حالا اسحاق، مرد جوانی نیست که با تناب بسته شده و روی مذبحه و به چاقوی پدرش نگاه می‌کنه که در کوه موریا بلند شده. حالا اسحاق پیر شده و می‌دونه لحظه مرگش نزدیکه، پس به پسرش، عیسو که به مهارتش در شکار معروفه گفت پسر به زمین برو و برای من نخجیری شکار کن غذایی آماده کن غذای آخرم غذایی که با دست تو پخته شده باشه در حالی که من آماده میشم برکت رو به تو بدم و ایسو در اطاعت خیمه پدرش رو ترک کرد تا به دشت بره و دستور رو اجرا کنه. اما گوش کنید چه اتفاقی افتاد و چون اسحاق به پسر خود ایسو سخن می گفت رفقه بشنید و ایسو به صحرا رفت تا نخجیری سید کرده بیاورد آنگاه رفقه پسر خود یعقوب را خوانده گفت اینک پدر تو را شنیدم که برادرت ایسو را خطاب کرده می گفت. برای من شکاری آورده خورشی بساز تا آن را بخورم و قبل از مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم پس ای پسر من الآن سخن مرا بشنو در آنچه من به تو امر میکنم به سوی گله بشتا و دو بزغاله خوب از بزها نزد من بیا بر تو از آنها غذایی برای پدرت به طوری که دوست میدارد بسازم و آن را نزد پدرت ببر تا بخورد و تو را قبل از وفاتش برکت دهد یعقوب به مادر خود رفقه گفت اینک برادرم ایسو مردی مویدار است و من مردی بی مو هستم شاید که پدرم مرا لمس نماید و در نظرش مثل مسخره بشوم و لعنت به عوض برکت بر خدا برم میبینید چه خبره یعقوب میگه این فایده ای نداره و وقتی پدر بفهمه و ببینه که این فریبه من رو برکت نمیده بلکه لعنت میکنه و بعد همه ما دچار مشکل جدی میشیم مادرش به وی گفت «ای پسر من، لعنت تو بر من باد. فقط سخن مرا بشنو و رفته آن را برای من بگیر.» پس رفت و گرفته نزد مادر خود آورد. و مادرش خورشتی ساخت به طوری که پدرش دوست می‌داشت و رفقه جامعه فاخر پسر بزرگ خود عیسو را که نزد او در خانه بود، گرفته به پسر کهتر خود یعقوب پوشانید و پوست بزغاله ها را بر دستها و نرمه گردن او بست و خورش و نانی که ساخته بود به دست پسر خود یعقوب سپرد پس نزد پدر خود آمده گفت ای hey, پدر من گفت لبک تو کیستی ای پسر من یعقوب به پدر خود گفت من نخوص تو ایسو هستم آنچه به من فرمودی کردم الان برخیز بنشین و از شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد اساق به پسر خود گفت ای پسر من چگونه بدین زودی یافتی؟ گفت یهوه خدای تو به من رسانید آیا این فساد رو می‌بینید؟ نه تنها به پدرش دروغ میگه و از برادرش دوزی می‌کنه، بلکه به این سؤالها جواب میده و سعی می‌کند دروغش رو با کمک خدا تایید کنه و میگه دلیل اینکه تونستم این غذا رو به سرعت فراهم کنم اینه که خداوند خدا به من کمک کرد اسحاق به یعقوب گفت ای پسر من نزدیک بیا تو تو را لمس کنم که آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه میتونی ترسی رو به این لحظه بر جان یعقوب افتاد تصور کنید پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد و او را لمس کرده گفت آواز آواز یعقوب است لیکن دستها دستهای است. و او را نشناخت زیرا که دستهایش مثل دستهای برادرش ایسو مویدار بود پس او را برکت داد و گفت آیا تو همان پسر من ایسو هستی گفت من هستم پس گفت نزدیک بیاور تا از شکار پسر خود بخورم و جانم تو را برکت دهد پس نزد وی آورد و بخورد و شراب برایش آورد و نوشید و پدرش اسحاق به وی گفت ای پسر من نزدیک بیا و مرا ببوس پس نزدیک آمده او را بوسید و رایحه لباس او را بویده او را برکت داد و ادامه متن اسحاق نابینا پیر و شکست خورده هست که وعده ای رو که خدا به ابراهیم داده بود به این پسر خائن دروغگو دوست و نالایق منتقل میکنه این چطور میتونه به عنوان بخشی از تاریخ نجات اتفاق بیفته؟ پولس رسول در باب نهم رومیان پاسخ میده. یعقوب را دوست داشتم. قبل از اینکه اونها به دنیا بیان، قبل از اینکه کار بد یا خوبی کرده باشن، خدا از بنیاد جهان تصمیم گرفته بود که وعده ابراهیم از طریق پسر بزرگتر ایسو منتقل نمیشه، بلکه از طریق دستهای این پسر خائن یعقوب وعده پرفیز و نجات بخش خدا ظاهر میشه حالا نکته ای که راوی زکریا درباره این متن گفت جان من رو خیلی هیجان زده کرد اینکه بعدا یعقوب در زندگیش در فنیئیل با خدا ملاقات میکنه و تمام شب رو کشتی میگیره و به فرشته خداوند التماس میکنه که او رو برکت بده قبل از اینکه فرشته از این درخواست قدم فراتر بذاره قبل از اینکه خدا در این کشمکش به یعقوب برکت بده خدا به او میگه تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ حالا کسی که با یعقوب در این موقعیت کشتی میگیره نابینا نیست او کاملا میدونه یعقوب کیه یعقوب نمیتونه یک دفعه بوی برادرش رو بر خودش بگیره و لباس برادرش رو بپوشه و پدر آسمانیش رو فریب بده حالا او از پدر زمینیش برکت نمیخواد از پدر آسمانیش برکت میخواد و خدا میگه اسمت کیه؟» و این بار اون نمیگه عیسو این بار میگه اسمم یعقوبه شاید این اولین بار در کل زندگیشه که راست گفت کل حقیقت رو گفت چیزی غیر از حقیقت نگفت و اسم یعقوب یعنی قاسب دوست اسم من یعقوبه و خدا او رو برکت داد و برکت پاتریارکی رو به او داد که بعدا به پسرانش و نسلش منتقل کنه ترهی در عهد عتیق هست در این انتقال و کل حرکت تاریخ نجات ترهی از سقوط هست ترهی از نجات یادمونه که خلقت با آفرینش یک نفر آدم شروع شد و بعد خلقت یک یا حوا هوا و اونها اولین خانواده سر نژاد بشر شدند و سقوط کردند و گناهشون ترسناک بود اما بلا فاصله بعد از گناهشون گناه در حال گسترش وسیعتر و گسترده‌تر شد. اول برادر کشی بود وقتی قائن بلند شد و برادرش حابیل رو کشت و بعد می‌بینیم که این شرارت در کل نسل آدم و حوا گسترش پیدا میکنه و کل دنیا فاسد میشه و کاری رو میکنند که به نظر خودشون درسته و فقط یک نفر مطیع میمونه که اسمش نو هست و ما درک میکنیم که بعدش خدا کل نژاد بشر رو نابود میکنه غیر از یک مرد و خانواده‌اش. بعد از این شروع کوچک بانو ابراهیم میاد و بعد ابراهیم به اسحاق منتقل میکنه و بعد به یعقوب حالا ما دوازده قبیله داریم و حالا ملت اسرائیل رو داریم اما این ملت فاسدتر میشه و حالا برکت و وعده نجات شروع میشه نه به طور گسترده بلکه به طور محدود چون حالا وعده به همه کسانی که از ذریت ملت یهود هستند نمیرسه بلکه به باقی ماندگان میرسه و دوباره این محدود شدن به باقی ماندگان باز هم تا جایی محدود میشه که به یک مرد میرسه آدم جدید که اسرائیل رو مجسم کرد نسل برتر ابراهیم که عیسی هست و بعد تاریخ عهد جدید چیزی غیر از این فرایند بازگردانی نیست حالا از عیسی انجیل به بقیه یهودیان و بعد به سامری ها بعد غیر یهودیان و بعد به سراسر دنیا میرسه پس اول محدود میشه بعد گسترده میشه. پس حتی تا امروز این چیزی که اینجا با ابراهیم شروع شد، برکت در تاریخ منتقل میشه و حالا در سراسر دنیا پراکنده شده. پس اون تاریخ انتقال در پس سایه‌ها ما را برای درک نقشه کامل نجات خدا برای قومش و کلیساش آماده میکند.